سلام، این برنامه شناخت مکانیسم ضمیر ناخودآگاه. نویسنده محمد کریمایی. در مکاتب مختلف نامهای مختلفی به ضمیر ناخودآگاه اطلاق میشه که همه اونها قابل نقده و فقط مربوط به بخشی از فعالیت‌های ضمیر باطن میشه. ما میگیم قوی ترین نرم افزار مدیریت ذهن. توانایی پردازش اون 4 میلیارد بیت اطلاعات در ثانیه است. قدرت اون شگفت‌انگیز و حیرت‌آوره، اما موضوع تأسف‌بار اینه که ما قدرت الهی رو محدود کردیم و به ضمیر خودآگاه بیشتر اعتماد داریم. اون واقعا قادر هر کاری رو برای ما انجام بده، اما پیام‌های منفی و بازدارنده ضمیر خودآگاه مانع بزرگی در مسیر اونه. خب توی این برنامه می‌خوام به یک سفر بریم. یک سفر شگفت‌آور و هیجان‌انگیز. سفری که نیاز به آذوقه و مقدمات نداره. کافیه اراده کنین تا همین لحظه شما رو به یک مسافرت ببرم. هیچ هزینه ای هم نداره، فقط ویزا میخواد. یک ویزا از جنس خاص و متفاوت. خب برای چند لحظه چشماتون رو ببندین. ازتون میخوام با هم دیگه این سفر رو لذت بخش کنیم. ویزای این سفر پاکی و خلوص دوران کودکیه. همین حالا کودک بشین. برای یک لحظه تمام مسائل رو فراموش کنین. از روزمرگی فاصله بگیریم، فقط به بخش کودک شخصیت خودتون فکر کنین. تمرکز روی بخش کودک شخصیت خودتون. بریم به قدیم، به زمانی که کودک بودیم. کوچک بودیم، پاک بودیم، معصوم بودیم، با صفا بودیم، با غم بیگانه بودیم و با کینه غریبه. بریم به محله قدیمی خودمون، کوچه هایی که شاهد خاطرات شاد دوران کودکی ما هن. میشه اون صدق و صفا رو به زمان حال آورد. دوستان مدرسه، معلم هایی که اذیتشون می کردیم، محله قدیمی، خانه پدری، همسایه ها. ببینین چقدر لذت بخش بود زندگی؟ ما چقدر از زمانمون بهتر استفاده می کردیم. چقدر زندگیمون در عین کودکی با کیفیت بود. چقدر همه چیز به دلمون می چسبید. حتی فیلم های تکراری شبکه 2 شبهای چهارشنبه. ولی خاطرات خوب در انبوه روزمرگی ها مدفون شده. خب چشماتون رو باز کنین. سوال مهم، چرا در دوران کودکی همه چیز برامون جلوه دیگه ای داشت؟ چی شد که الان اینطوری شدیم؟ ما با خودمون چه کار کردیم؟ یکی از مهمترین دلایل اینه که ما به ضمیر ناخودآگاه بی توجه شدیم و به ضمیر خودآگاه دلخوش کردیم. باور کنید که اگه این جا به جایی صورت بگیره، ما در هر سنی که هستیم همون صفا و صمیمیت دوران کودکی رو تجربه میکنیم. حالا ما میخواییم با ضمیر خودآگاهمون ارتباط قوی برقرار کنیم. وقتی با اون ارتباط برقرار کنیم، اون قدرتش رو پیدا میکنه و در اختیار خودآگاه قرار میده. الان ما نمیدونیم اون داره با چه سیستمی زندگی ما رو پیش میبره، اما اون طبق منطقی ویژه و خاص خودش داره زندگی ما رو هدایت میکنه. اون در حالت فعلی در تقابل شدید با ضمیر خودآگاه قرار داره. به همین دلیل پریشونی های ذهنی و نوسانات روانی و گفتگوهای درونی زیادی رو تجربه میکنیم. این سه عامل موجب افت انرژی ضمیر ناخودآگاه میشه، موجب کندی حرکت و دلسردی اون میشه. تا زمانی که ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه از مفهوم ثروت به یک درک مشترک و تفاهم واحد دست پیدا نکنن، ما به اون موضوع نمیرسیم. حالا تمرین امروز، همون سفر به دوران کودکی، انجامش بدین و نتیجهشو ببینین. حتی اونهایی که به قول خودشون اتفاق بدی در ذهنشون هست، مطمئنن بعد از یادآوری این اتفاق بد به خاطرات خوب هم میرسیم. مرور دوران کودکی یکی از قوی ترین و تأثیرگذارترین روش های برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاهه. هیچ وقت نگین خاطره بد. کلمه خاطره به تنهایی بار مثبت داره. از این به بعد در انتخاب کلماتتون دقت کنین. مثلا بعضیا میگن امروز به طرز وحشتناکی خوش گذشت. خب پس قرار ما این شد که به دوران کودکی خودمون فکر کنیم و لحظات خوب رو پررنگ کنیم. این کار از دید ضمیر ناخودآگاه نوعی احترام برای اون محسوب میشه. با همین یادآوری و مرور خاطرات اونو تشویق میکنید که با شما ارتباط صمیمانه برقرار کنه. یعنی با ضمیر خودآگاه شما یک ارتباط خوب برقرار بشه. این اولین قدم برای رسیدن به اهدافه. اون از اینکه ما در طول شبانه روز لحظاتی رو برای مرور دوران کودکی انتخاب کردیم بسیار لذت میبره و به سمت ما میاد. وقتی که به سمت ما بیاد، فرصت پیدا میکنیم از مکانیسم برنامه ریزی و استراتژی های پردازش اطلاعات توسط اون و از منطق خاص اون مطلع بشیم. موفق باشین دوستان من.